آیا ماده آگاهی دارد؟ آگاهی یا شعور چیزی نیست که دانشمندان علاقه زیادی به صحبت در مورد اون داشته باشن. شما نمیتونید اونو ببینید، شما نمیتونید اونو لمس کنید و با وجود تلاش‌های قابل توجه محققان خاصی که توی این زمینه فعالیت دارن، شما نمیتونید اونو به طور کمی اندازه‌گیری کنید. از طرف دیگه توی دنیای علم، اگه شما نتونید یه پدیده رو اندازه‌گیری کنید، برای توضیح و تشریح عملکرد اون نیاز به تلاش و زمان زیادی خواهید داشت. اما ما میدونیم که آگاهی وجود داره و در این حال یکی از اساسی ترین جنبه هایی که باعث تشکیل موجودی به اسم انسان میشه. همراهان تکسون تیوی سلام. بدون معطلی بریم سراغ جواب این سوال که آیا ماده آگاهی دارد؟ ولی قبلش ازتون میخواییم لطفاً به کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای اطلاع جدیدترین آپلود های کانال روشن کنید. خودآگاهی از کجا نشأت میگیرد؟ علم امروزی با ارائه دلایل خوبی نشون داده که خودآگاهی ریشه در فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی مغز داره. برای همین خبری از نیروی ماورایی یا غیر مادی نیست. تنها چیزی که یه سیستم آگاه به اون نیاز داره، ماده فیزیکیه. اگه این ماده به درستی توی جایگاه خودش قرار بگیره، خودآگاهی پدید میاد. به نظر میرسه ماهیت ژرف خودآگاهی فراتر از دسترس علمه. ما به سادگی فکر میکنیم که فیزیک قادر پرده از اسرار ماهیت ماده فیزیکی برداره. فیزیک به ما میگه که ماده از ذرات و میادین ساخته شده که دارای ویژگی‌هایی مثل جرم، بار و اسپین هستش. ممکنه فیزیک همه ویژگی‌های اساسی ماده رو کشف نکرده باشه، اما گام به گام به این مهم نزدیکتر میشه. دلایلی وجود داره که نشون میده ماده باید چیزای بیشتری برای گفتن داشته باشه و صرفاً نباید به فیزیک بسنده کرد. فیزیک میگه که ذرات بنیادی چی کار میکنن یا چه ارتباطی با سایر چیزا دارن، اما به خود اون نمیپردازه. برای مثال فقط میگه جرم عبارت است از واکنش به نیروهای اعمال شده و جذب گرانشی سایر ذرات جرم دار. آیا مسئله دشوار خودآگاهی و مسئله دشوار ماده با هم ارتباط دارن؟ سنتی وجود داره که طی اون مسائل فیزیک با مسئله خودآگاهی پیوند داده میشه و این امر توی حوزه نظریه‌های کوانتومی خودآگاهی رخ میده. معمولاً چنین نظریه‌هایی طرفدارای زیادی نداره و به سادگی کنار گذاشته میشه، چون فیزیک کوانتومی و خودآگاهی هر دو اسرارآمیزند. ایده پیوستگی بین مسئله دشوار خودآگاهی و مسئله دشوار ماده هم با رویکرد مشابهی مورد انتقاد قرار میگیره. اما نگاهی دقیق‌تر نشون میده که این دو مسئله به صورت عمیق‌تر و قطعی‌تر مکمل هم دیگن. مسئله دشوار ماده مستلزم ویژگی‌های غیر ساختاریه و خودآگاهی پدیده‌ایه که میتونه این معیار رو برطرف کنه. خودآگاهی پر از ویژگی‌های کیفیه، از قرمزی رنگ قرمز و ناراحتی در اثر گرسنگی گرفته تا پدیدارشناسی فکر. چنین تجاربی شاید ساختار درونی داشته باشن، اما داستان فقط به ساختار خلاصه نمیشه. ما اطلاعاتی درباره چیزی تجارب داریم، اما از چگونگی کار کرد یا ارتباطشون با بقیه ویژگی ها اطلاعات چندانی نداریم. جهان فیزیکی ساختاری از تجارب آگاهانه. یه آدمی رو تصور کنین که تا به حال هیچ جسم قرمز رنگ رو مشاهده نکرده و هرگز به اون نگفتن که رنگ قرمز وجود داره. اون آدم نمیدونه قرمز بودن چه ارتباطی با حالات مغز، اجسام فیزیکی مثل گوجه فرنگی یا طول موج نور داره. اون همچنین از نحوه ارتباط اون با سایر رنگ ها خبر نداره. اما این فرد یه روز یه توده قرمز رنگ بزرگ رو در توهمات خودش میبینه. به نظر میرسه که این فرد سرانجام به ماهیت قرمز بودن پی خواهد برد، اگرچه از ارتباط اون با سایر چیزها آگاهی نداره. دانشی که اون به دست میاره دانشیه که به ارتباط رنگ قرمز با خودش و بقیه چیزها اشاره نمی کنه. این مثال نشون میده که خودآگاهی سخت افزاریه که نرم افزار توصیف شده با فیزیک در اون عمل میکنه. میشه جهان فیزیکی رو به عنوان ساختاری از تجارب آگاهانه در نظر گرفت. تجارب خودمون اون دست از روابطی رو اجرا میکنن که مغزمون رو تشکیل میدن. اشکال ساده و بنیادی تجارب روابطی رو اجرا میکنن که ذرات بنیادی رو تشکیل میدن. برای مثال یه الکترون رو در نظر بگیرید. اون چیزی که الکترون انجام میده اینه که جذب یا دفع کنه. در غیر این صورت با سایر چیزها مطابق با معادلات فیزیکی بنیادی ارتباط برقرار میکنه. اون چیزی که این رفتار رو پدید میاره جریانی از تجارب الکترونیه. بررسی جنبه‌های مختلف خودآگاهی و ماده. این دیدگاه که میگه خودآگاهی از جنبه ذاتی واقعیت فیزیکی تشکیل یافته، اسمای بسیار متنوعی داره.
اما یکی از توصیف گرایانه ترین نام های یکتاگرایی دو جنبه ای هستش. یکتاگرایی با دوگانه انگاری مخالفه. بر اساس دیدگاه دوگانه انگاری، خودآگاهی و ماده کاملا متفاوت هستند. دوگانه انگاری از لحاظ علمی غیر محتمل فرض شده، چون علم هیچ شواهدی از نیروهای غیر فیزیکی ارائه نکرده که روی مغز تاثیر بذاره. یکتاگرایی اعلام میکنه که کل واقعیت از نوع یکسانی ماده ساخته شده و انواع گوناگونی داره. متداول ترین دیدگاه یکتاگرایی فیزیک گراییه. این دیدگاه میگه که همه چیز از ماده فیزیکی ساخته شده که فقط یک جنبه داره. فلاسفه و دانشمندان عصر حاضر به این دیدگاه اعتقاد ویژه‌ای دارن. حالا شما به ما بگین، به نظرتون مغز چجوری با صحبت کردن با بیشتر از یک زبان کنار میاد؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.